آیا واقعا حزب الله لبنان رسما داره اعلان جنگ میده به اسرائیل؟ خدمتتون درود میفرستم جناب ریسوف گرامی و همه بینندگان صدای آمریکا. عرض کنم به حضورتون که خب البته حزب الله عملا اعلان جنگ رو داده بود به اسرائیلی ها درست از همون چند روز بعد از اینکه اسرائیلی ها بمباران غزه رو شروع کردند و سعی کردند که عوامل حماس رو از بین ببرند. موضوع این بود که آیا آقای حسن نصرالله چیزی خواهند گفت درباره اینکه این جبهه دومی که دارن باز میکنن دقیقاً چه خواهد بود یا نه، وگرنه به نظر من تنها چیز جدیدی که در این سخنرانی وجود داشت و داره این هست که ایشون در واقع سعی کردند که از حماس در این اینکه داشتن ازش دفاع می‌کردند از حماس سعی کردند فاصله بگیرند که هیچ گونه تقصیری برگردن ایشون یا آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی در مورد اینکه هیچ نقش مستقیمی درباره این عملیات داشتند در واقع برگردنشون گذاشته نشه، بر عهده‌شون گذاشته نشه. به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست. باید ببینیم که آیا بیشتر از اون حملاتی که برای اینکه خود آیه نصرالله هم گفتن که محدود خواهد بود اقداماتی که دارن میکنن، آیا واقعا نیروهای آتش به اختیار حزب الله به طور کامل از ایشون مطابقت خواهند کرد یا ممکنه اگر اونها مرتکب اشتباهی بشن واقعا این جنگ تشدید بشه و اون وقت حزب الله درگیر یک جبهه دومی باشه که به نظر نمیرسه واقعا بخواد بشه.